در این اتحادیه هنرهای زیبا هفته سه بار به دختران خطاطی و رسامی آموزش داده می شود. امان الله درخشان رئیس این اتحادیه می گوید حدود یک سال می شود که در این اتحادیه هنرهای زیبا دختران متعلم و محصل برای آموزش رسامی و خطاطی مراجعه می کنند. به گفته آقای درخشان قبل از این تنها مردها در بخش رسامی و خطاطی آموزش می دیدند. برخشی هلکان و تعداد نسبت و نجون و تدیر رو پر نمری سر کشی و الحمدلله در یک کل رئیس دلتا در کندر کشی در نجون و ون ردیر سویده و نجون در شلو سقط پینجویش تا نو بری پر مختلف برخشی دلتا در نقاشی خطاطی میناتور و رسامی زدکلی کی. در این حال آموزگاران بخش رسامی و خطاطی میگویند که اکنون می توانند رسم ها و دیزاین های مختلف را آماده کنند. دا خواهر خود ما شوق و دیر چیز داونه ویزده کم او بل نو چی داونه تا پر مختب گرد که پد افغانستان که چی موشم کولی سو داونه ویزده کم مخته یوسی تقریبا اتا نه میشتی که جدل تز ازدکری کم پا اطلاعات فرهنگ ریاست او دا کندهار دا شکلا پا مرکز که دلته موږ شل کس انجینیر راځو دلې خطاطي رسامي نقاشي وایو ډېر ښه او بااستعداد استادان لرو چې په کم عمر کې موږ کولی سو ډېر څه زده کړو. این در حالی است که هنوز هم محدودیت های کلتوری در ولایت کندهار یکی از چالش ها در برابر آموزش هنر و دیگر آموزش ها به زنان عنوان می شود.